سلام دوستان خوبم. هلو زusammen. وقتی میخوایم قرار ملاقاتی رو هماهنگ کنیم یا از جایی وقت بگیریم، 100% حداقل از یکی از این حروف اضافه استفاده میکنیم. امروز میخوایم خیلی ساده و دسته‌بندی شده کاربردهای این حروف اضافه رو به عنوان حروف اضافه زمان توضیح بدیم و همچنین تو این درس هم یه نکته طلایی میگیم. پس تا پایان درس همراه ما باشید. Und Uhrzeit. حرف اضافه برای ساعت و زمان هست و همیشه برای گفتن ساعت از این حرف اضافه استفاده می‌کنیم. Sechs Uhr. در ساعت 6. Dreizehn Uhr. در ساعت 1 ظهر. Ich treffe meinen Vater 18 Uhr. Ich treffe meinen Vater 18 Uhr. من ساعت 6 بعد از ظهر پدرم رو ملاقات میکنم. Wann triffst du deinen Vater? Wann triffst du deinen Vater? کی با پدرت ملاقات میکنی یا کی پدرت رو میبینی؟ Ich treffe meinen Vater 18 Uhr. Der Unterricht beginnt 8 Uhr. Der Unterricht beginnt 8 Uhr. کلاس درس ساعت 8 شروع میشه. Wir gehen 8:30 ins Bett. Wir gehen 8:30 ins Bett. ما ساعت 8:30 به رخت خواب میریم. 15:30 habe ich einen Termin. 15:30 habe ich einen Termin. ساعت 3:30 من یه قرار ملاقات دارم. Die Straßenbahn kommt 15 Uhr. Die Straßenbahn kommt 15 Uhr. تراموا ساعت 3 بعد از ظهر میاد. Wann kommt die Straßenbahn? Wann kommt die Straßenbahn? تراموا کی میاد؟ Die Straßenbahn kommt 15 Uhr. زمانی که بیرون هستید و از کسی میخواید زمان اومدن قطار، مترو و یا اتوبوس رو بپرسید، میتونید بگید Entschuldigung, wissen Sie, wann die U-Bahn kommt? Entschuldigung, wissen Sie, wann die U-Bahn kommt? ببخشید. میدونید مترو کی میاد؟ Ja, sie kommt 17 Uhr in 5 Minuten. Ja, sie kommt 17 Uhr in 5 Minuten. بله، مترو ساعت 5 بعد از ظهر میاد. 5 دقیقه دیگه. In. تو این بخش میخوایم کاربردهای این حرف اضافه رو به عنوان یه حرف اضافه زمان توضیح بدیم. In plus dem wird zu im. حرف اضافه این وقتی به عنوان یه حرف اضافه زمان هست، اسم بعد از خودش رو میبره به حالت داتیو. برای داتیو میدونید که آرتیکل اسم‌های مذکر و خنسا تبدیل میشن به دیم و همیشه زمانی که این با دیم کنار هم قرار میگیرن به صورت مخفف ایم نوشته میشه. آرتیکل فصل های سال مذکر هستن و برای گفتن در تابستان و یا در بهار و یا در پاییز حتما باید با حرف اضافه این بگید. ایم زمه. ایم زمه. Im Frühling. Im Frühling. چون فصل‌های سال اسم‌های مذکر هستن، پس بعد از حرف اضافه این وقتی به داتیو میرن آرتیکل میشه دیم
و ترکیب دیم با این رو می نویسیم ایم. همچنین اسم ماهای سال هم مذکر هستن و برای گفتن مثلا در ماه مارس و یا در ماه ژانویه قبلش حرف اضافه این میاد. Im März. Im März. Im Januar. Im Januar. برای گفتن سال مثلا سال 2023 و یا فقط برای اینکه بگیم 2023 قبلش حرف اضافه این میاریم. Im Jahr 2023. Im Jahr 2023. In 2023. In 2023. Das Jahr. Das Jahr. می‌بینید که سال یه اسم خنسا هست و برای همینه که آرتیکلش در داتیو از داس تبدیل شده به دیم. Im Winter ist es in Deutschland kalt. Im Winter ist es in Deutschland kalt. در زمستان هوا در آلمان سرد هست. Im Juli geht er manchmal segeln. Im Juli geht er manchmal segeln. در ماه جولای او گاهی اوقات به قایقرانی میره. و کاربرد آخر این حرف اضافه به عنوان حرف اضافه زمان. در فارسی میگیم مثلا قطار 2 دقیقه دیگه میرسه. داریم به یه زمان مشخص در آینده اشاره میکنیم. یا مثلا میگیم من 1 سال دیگه باید امتحان بدم. در آلمانی برای نشون دادن این زمانها از حرف اضافه این استفاده میکنن. در این حالتها دقت کنید که باید با داتیو بگید. Der Zug kommt in 5 Minuten. Der Zug kommt in 5 Minuten. قطار 5 دقیقه دیگه میرسه یا قطار 5 دقیقه دیگه میاد. In einem Jahr macht er Examen. In einem Jahr macht er Examen. 1 سال دیگه او امتحان داره. In einer Woche fahre ich endlich in den Urlaub. In einer Woche fahre ich endlich in den Urlaub. بالاخره 1 هفته دیگه به مرخصی میرم. An. An. این حرف اضافه هم یک کاربردش برای گفتن زمان هست. شما این حرف اضافه رو برای زمان بیشتر به صورت ام دیدید. An und dem wird zu an. یادتونه حرف اضافه ام برای روزهای هفته، برای اوقات روز، برای تاریخ و برای گفتن آخر هفته می اومد؟ الان می بینید که ام همون حرف اضافه ان هست که در حالت داتیو با آرتیکل دیم یکی شده و به صورت مخفف ام نوشته میشه. Am Sonntag. در روز یک شنبه. Am Morgen. در صبح. Am 15. Mai 2005. در تاریخ 15 ماه می سال 2005. Am Wochenende. در آخر هفته. یادتونه تو درس آرتیکل ها گفتیم که تمام اوقات روز مذکر هستن. اما شب یه اسم مؤنث هست. برای ظهر، صبح، قبل از ظهر و غیره حرف اضافه ان رو میگیم. و وقتی به داتیو میره میشه ام. اما برای شب استثناء هست و برای گفتن در شب باید با حرف اضافه این بگید. Der Morgen. Der Morgen. Der Mittag. Der Mittag. Aber die Nacht. Die Nacht. Am Morgen.
am Mittag, in der Nacht. می‌بینید چون آرتیکل ناخت دی هست در داتیف تبدیل میشه به در. Am Dienstag arbeite ich von zu Hause. Am Dienstag arbeite ich von zu Hause. من سه شنبه از خونه کار میکنم. Am Wochenende haben viele Leute frei. Am Wochenende haben viele Leute frei. بسیاری از مردم آخر هفته تعطیل هستن. Am Morgen trinke ich oft einen Kaffee. Am Morgen trinke ich oft einen Kaffee. من اغلب صبحا قهوه می نوشم. Am Sonntagmorgen backe ich ein Brot. Am Sonntagmorgen backe ich ein Brot. من یک شنبه صبح یک نان می پزم. Am Montag treffe ich Peter. Am Montag treffe ich Peter. من دوشنبه پیتر رو ملاقات میکنم. Von bis und die Zeitdauer. ترکیب این دو حرف اضافه یه بازه و دوره زمانی رو نشون میده. Er joggt jeden Morgen von 8 bis 9.30 Uhr. Er joggt jeden Morgen von 8 bis 9.30 Uhr. او هر صبح از ساعت 8 تا 9 و نیم میدوه. میبینید که این حروف اضافه فون و بیس با هم یک بازه زمانی رو نشون میدن. Von Montag bis Donnerstag ist sie im Urlaub. Von Montag bis Donnerstag ist sie im Urlaub. او از دوشنبه تا پنجشنبه در تعطیلات یا در مرخصی هست. Von Oktober bis Dezember regnet es oft. Von Oktober bis Dezember regnet es oft. اغلب از اکتبر تا دسامبر بارون میباره. Das Büro ist von 13 bis 15 Uhr geschlossen. Das Büro ist von 13 bis 15 Uhr geschlossen. دفتر از ساعت 13 تا 15 تعطیل هست. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Ich arbeite von Montag bis Freitag. من از دوشنبه تا جمعه کار میکنم. Von wann bis wann arbeitest du? Von wann bis wann arbeitest du? از کی تا کی کار میکنی؟ جواب میتونیم بدیم. Ich arbeite von Montag bis Freitag. من از دوشنبه تا جمعه کار میکنم. Ich arbeite von 8 bis 16 Uhr. من از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر کار میکنم. Von wann bis wann hat der Supermarkt geöffnet? Von wann bis wann hat der Supermarkt geöffnet? سوپرمارکت از کی تا کی باز هست؟ Der Supermarkt hat ab 8 bis 21 Uhr geöffnet. Der Supermarkt hat ab 8 bis 21 Uhr geöffnet. Supermarket az sa'at 8 sob ta 9 shab baz hast. Ab plus Zeitpunkt. In harf ezafe baraye shuru yek zamani estefade mishe. Masalan qabl az rooz-haye hafte esm mah-ha va ghayre mitune qarar begire و شروع اون زمانها رو نشون بده. کاربردش به این صورت هست که نشون میده یه کاری الان یا در آینده شروع میشه و میتونه ادامه دار هم باشه و ممکنه هم ندونیم تا کی قرار ادامه داشته باشه.
Ab morgen. Az fardo. Ab Montag. Az doshanbe. Ab Oktober. Az mahe Oktober. Ab nächste Woche. Az hafteye baad. Ab 1990. Az sale 1990. Normalerweise schlafe ich ab 22 Uhr. Normalerweise schlafe ich ab 22 Uhr. من معمولاً از ساعت 10 شب می‌خوابم. ببینید که این حرف اضافه شروع یه زمان مشخص رو نشون میده. ولی تو این جمله نمی‌دونیم وقتی ساعت 10 می‌خوابه کی بیدار میشه و تا کی معمولاً می‌خوابه. برای گفتن نقطه پایان زمان از حرف اضافه بس استفاده می‌کنیم. Normalerweise schlafe ich ab 22 Uhr bis 7 Uhr. Normalerweise schlafe ich ab 22 Uhr bis 7 Uhr. من معمولاً از ساعت 10 شب تا 7 صبح می‌خوابم. Ab 16 Uhr übt sie Geige. Ab 16 Uhr übt sie Geige. از ساعت 4 بعد از ظهر او تمرین ویولون میکنه. یعنی ساعت 4 بعد از ظهر شروع میکنه و تمرین ویولون زدن میکنه. با این جمله ما میدونیم که کی شروع به تمرین میکنه ولی نمیدونیم چقدر و تا کی. تا اینجا با کاربردهای این حروف اضافه به عنوان حروف اضافه زمان آشنا شدید. اما یه نکته مهم. اگر توی جمله چند تا عبارت مربوط به زمان داشته باشیم، با چه ترتیبی باید بنویسیم؟ همیشه دقت کنید که باید از بزرگ به کوچک نوشته بشن. Am Sonntagabend um 20 Uhr schaue ich einen Film. Am Sonntagabend um 20 Uhr schaue ich einen Film. یک شنبه غروب ساعت 8 شب یه فیلم تماشا میکنم. Ich mache im April am Samstagnachmittag um 14 Uhr ein Fest. Ich mache im April am Samstagnachmittag um 14 Uhr ein Fest. من بعد از ظهر شنبه ساعت 14 ماه آوریل یک جشن میگیرم. Ich bin vor einem Jahr im Mai an einem Montagmorgen um 4 Uhr nach Berlin gefahren. Ich bin vor einem Jahr im Mai an einem Montagmorgen um 4 Uhr nach Berlin gefahren. یک سال پیش در ماه می در یک روز دوشنبه صبح ساعت 4 به برلین رفتم. این ترتیب از بازه زمانی بزرگ به کوچک نوشتن برای نامه‌نگاری و امتحان خیلی به کارتون میاد. ممنون از اینکه این درس رو تا پایان تماشا کردید. خوشحال میشیم ویدیو رو لایک بزنید و این درس رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. منتظر درس‌های بعدی و متنوع ما باشید. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen. Lasst uns einen Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal.